هم خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. امروز مهمان دارم، چه مهمانی نگم براتون. امروز مهمان من کازینم هستش، کسرا جان. آره اگه میخوای خودت شروع کن یه پرزنت کوچیک. من فقط قبلش اینو بگم که الان این ویدیو رو ما داریم توی فرانسه توی پاریس ریکورد میکنیم. هم کسی که تو چنل من هستم میدونن که من ایتالیا زندگی میکنم، ولی الان توی پاریس هستم، اومدم که فامیلیمو ببینم و با کازینم تصمیم گرفتم که این ویدیو رو ریکورد کنم. حالا ازش خواهش میکنم که یه توضیح کوچیک بده که چند وقت اینجاست، چی میخونه، چی کار میکنه، از زبون خودش بشنویم بهتر. سلام به خودت و بیننده‌های برنامه. خب چی بگم؟ چند وقته اینجایی میخواییم اینجایی شروع کنیم؟ آره بهتره. خب من الان تقریبا نزدیک 8 سالی که فرانسه، 9 سالی که فرانسه اگه اشتباه نکنم. بعد مثل همه دیگه مهاجران کلی مشغله و درد سر داشتیم. درسته. و میدونم که تو از ایران نیومدی مثل خیلی از ماها. آره مثلا من قبلش ترکیه بودم، قبل از ترکیه هم هند بودم، 2 سال ترکیه بودم، 2 سال هند بودم و بعد هم اومدم فرانسه. یعنی پس تو از هند اومدی؟ نه من اول میگم، اول از ایران رفتم هند، دانشجو بودم توی هند، بعد از هند رفتم ترکیه و از ترکیه اومدم. از ترکیه اومدم. بعد الان پس گفتی که 8 سال تقریبا اینجا هست. 9 سال در میشه که اینجا. آره. هستی اینجا درس چی خوندیم؟ من اینجا سینما خوندم، البته رشته اصلی من سینما نبودش. حقیقتا من چون از بچگی فان داشتم با سینما، ادیتینگ، ویندوز مووی میکر که درست میکردیم و اینا، همه اینا برام یه جوری تفریح بود. به خاطر همین هیچ وقت سینما رو به عنوان یک شغل جدی یا یک کار حرفه‌ای نمیدونم. بعد توی فرانسه که اومدم، من پذیرش هوافضا از یکی از دانشگاه‌های خوب فرانسوی گرفته بودم. آفرین. ولی متاسفانه به خاطر ایرانی بودنم ما تحریم بودیم و من نمیتونستم این رشته رو بخونم، چون بیشتر چی میگیم به فارسی، بیشتر تمایی که باید میگذروندم کلاسه‌ای بود که محرمانه بود و کشوری مثل ایران، دانشجوهایی مثل دانشجوهای ایرانی نمیتونستن اونجا آموزش ببینم. بخاطر همین من پذیرشو که گرفتم خیلی خوشحال بودم. اون زمان داشتم با شهرداری کار میکردم، قبلش هم من فرهنگسازی سینما میکردم واسه اینجا یه نسلی داریم به اسم سرویس تیوی، یه جورایی مثلا همون سربازی ایرانه، ولی سربازی نیست. شما ولونتر یعنی هم داوطلب آزاد میری برای کشور کار میکنی به مدت 30 ماه و حقوق آنچنانی نداره، ولی خب خیلی خوبه برای سی وی، برای اینکه نشون بدی که تو آدمی هستی که واقعا میخوای اینجا کار کنی و زندگی تو بسازی. من برای مرکز سینمای فرانسه اینجا کار میکردم. کارم هم فرهنگسازی سینما برای دانشجوها و دانش آموزا، بچه هایی که میشه گفت از دوره راهنمایی یا از سال ششم فکر کنم الان عوض شده، سالا شده ششم دوازده همون توی ایران دوران حال راهنمایی با خودمون و ششم الان تا دبیرستان و پیش دانشگاهی من فیلم میذاشتیم در مورد یه سری از فیلم هایی که خود مرکز سینمای فرانسه انتخاب کرده بود فیلم میذاشتیم و با بچه ها با دانش آموزا در موردش بحث میکردیم. پس علاقه تمام از اینجاها شروع شد که رفت؟ نه خب من همیشه علاقه داشتم. من همیشه دوست داشتم سینما رو، ولی به صورت جدی نمیدیدم. حتی اون موقع هم که این کارو میکردم یه جوری برام تفریح بود. درستم. و یه وقت گذرونی که حالا به بتالت نمیذاره. یه سری آدم آشنا شدم. بعد آخر همین برنامه حتی منو دعوت شدم به میشه هتل دو ماتینیون. وایس پرزیدنت هولاند، آقای اسمشو یادم رفته، امانوئل، نه اسمشو یادم رفته. اون پس از صحبت هر وقت که دتون آره
اون والس والس من دعوت کرده بود برای 82 سالگرد اکاد متینیوم و سینمای فرانسه. یعنی یه جورایی میشه، نمیدونم دقیقا چه شکلی باید فارسی ترجمهش کردیم تو، ولی اونجا دعوت شدم. بعد اونجا با خیلی از آدمای جالبی آشنا شدم، مثلا میتونم نام ببرم رئیس دانشکده سینمای دانشگاهی خودم یعنی پلیس 8 همون متن سندنی، بعد رئیس دپارتمان سینمای دانشگاه سوربن. و چیزی که برام عجیب بود، ما هفته بعدش من یه دعوتنامه دیگه گرفته بودم برای حضور در مجلس، چون 69 سالگرد میشه گفت خون پاپولر بود. خون پاپولر نمیدونم به فارسی ما چی میگیم. خون پاپولر من نمیدونم چه، من فرانسه نمیدونم. خون پاپولر یه جورایی میشه سالگرد سینمای چپ فرانسه میشه. در مورد بونوئل حرف میزدن، در مورد کارگردانه خیلی ریگوش رو همون چپ به زبان خودمون صحبت میکردن و با هم دیگه مکالمه داشتیم. استاد رئیس دانشکده سینمای نیویورک اومده بود، رئیس خود سینمای فرانسه حضور داشتش، رئیس مجلس بود که ما همه دیگه با هم دیگه در مورد سینما صحبت میکردیم. اول اونها کنفرانس داشتن، بعدش هم که خب مثلا همیشه یه جشن کوچیکی و یه جسدی. پس تو بچلر سینما خوندی؟ درسته، لیسانس سینما خوندی؟ من بعد از این دقیقا این داستان ها میگم، اینو گفتم برات برسم اینجا که من وقتی که پذیرشم رو به هم گفتن اشتباه شده توی پذیرشتون ما نمیتونیم شما رو ثبت نام کنیم، رفتم سینما ثبت نام کردم. خیلی جالب، روزی که برگاه هم رو بردم دانشگاه پاریس 8 رئیس دانشکده رو دیدم و گفت خیلی خوشحالم که نظرت عوض شده که سینما بخونی، و اونجا من لیسانس سینما شروع کردم. بعد توی ایتالیا خب لیسانس 3 است، مثلا ایران 4 سال است، توی ایتالیا که من خوندم 3 سال است. میخوام ببینم تو فرانسه هم همین سیستم 3 سال است؟ آره، لیسانس توی فرانسه هم 3 سال است، یعنی تفاوت اونچنانی نداره با بقیه کشورهای اروپایی. منم 3 سال خوندم، تقریبا 3 سال بعدش داستان کنفینمان و نمیدونم قرنطینه و اینا شد که من دوتا ترم رو بر نداشتم. سال بعدش با خیال راحت پاسش کردم، یعنی 4 ساله تموم کردم ولی 3 ساله تموم شده بود. کورست فرانسوی بود یا انگلیسی؟ فرانسوی بود. و همچین درس اگه کسی مثلا بخواد بیاد اینجا بخونه تو پاریس، کورس انگلیسی هم داره؟ چون من اینو خیلی میبینم بعضی وقتا سوال میپرسم بچه ها، چون سختشونه که یه زبان دیگه مثلا مثل فرانسه، آلمانی یا ایتالیایی یاد بگیرن، میخوان با انگلیسی بیان. امکانش هست؟ امکانش هست. دانشگاه که نمیشه گفت، یه سری کلهایی هست که اینجا میگم مدرسه به دانشگاه غیر انتفاعی، و مدرسه دانشگاه غیر انتفاعی رتبهشون برعکس ایران خیلی بالاتره حتا. یعنی شما اگه دانشگاه غیر انتفاعی یعنی دانشگاه پولی درس خونده باشی، خیلی بیشتر مدرک تو قبول دارن تا یه دانشگاه آکادمیک یونیورسیتی اینطور. یه همچین دانشگاهی هست ولی هزینه‌اش خب مسلما بالاتره. بعد اون داستان اسکالرشیپ و اینجور چیزا هم وجود داره اگه کسی بخواد بگیره ازش استفاده کنه. مثلا توی ایتالیا یه نوع اسکالرشیپی وجود داره که واسه مثلا اتحادیه اروپا است که خیلی از بچه‌ها مثلا از اون استفاده میکنن. توی فرانسه هم همچین سیستمی هست. اسکالرشیپ توی فرانسه یه خورده عجیب غریب نمیشه فجه پیبه. شما وقتی شهروند فرانسه هستی و داری درس میخونی، فرانسه بهت یه نوع بورسی میده که مثلا تو نیاز نداشته باشی بخوای بری کار فول تایم نشته باشی و نتونی به درسات هم برسی. و در کنار این حالا دانشگاه ها میان یه سری اسکالرشیپ های دیگه میدن، ولی خیلی سخت دست یافتن بهش. یعنی من مثلا دوستانیم که برای مستر رفتم، یکی از بهترین دانشگاه‌های سینمای فرانسه که اسمش فمیس فکر کنم، خیلی از ایرانی ها در جریان این کل هستن، خیلی سخت اسکالرشیپ گرفتن. یعنی به جز اینکه تو باید بهترین دانشجو باشی، باید دلیل منطقی داشته باشی تا باید اسکالرشیپ بدن. به یه نات فرانسه واقعا سخت اسکالرشیپ گرفت. سخت. بعد مستر این رشته که خوندی چطوره؟ اگه یه کسی بخواد اوکی مثلا لیسانسش رو گرفت بعد برای مسترش ادامه بده به چه صورته؟ ببین من خودم همین الان میتونم از نظر آکادمی برم مستر رو بخونم، یعنی چه دانشگاه خودمون اگه بخوام آکادمیک بخونم، چه دانشگاه دیگه مثل سوربن، مثل هر دانشگاه دیگه میتونم برم بخونم ادامه بدم.
البته توی مستر توی فرانسه یه چیزی که خیلی اهمیت داره این که معدل شما باید حداقل بالای 12 باشه، مگر نه اصلا دوسیه‌تو نگاه نمی‌کنه، یعنی برگه های درخواست تو اصلا نگاه نمی‌کنه. وقتی می‌بینم معدل 3 سال دانشگاه 12 به بالا نیست نگاه نمی‌کنه. خوشبختانه حالا من معدلم 14 بوده، جزء معدلای خوب بوده برای فرانسه دیگه برای خودم نه، ولی میتونم یعنی ثبت نام کنم، یعنی الان میتونم درخواست بدم پذیرش بگیرم ثبت نام کنم. ولی من میخواستم که اینجا فرانسه یه راهی داریم برای درس خوندن، بهش میگن الترنانس. الترنانس میشه همزمان کار کردن درس خوندن. یعنی اینکه من میخوام مسترمو بخونم، یه شرکتی مثلا من الان میخوام مسترمو برای پروداکشن سینما بخونم، یه شرکتی دنبال یه پرودوسر سینماست، تهیه کننده سینما، اون شرکت میاد هزینه های دانشگاهی منو میده و علاوه این حقوق منو میده و اینکه من دو روز در هفته دانشگاه، حالا بستگی داره اینا میتونه عوض شه روزش، ولی بین دو تا یک روز شما در هفته دانشگاهی و بقیه روزا رو داری برای شرکت کار. درست. بعد کسا یه سوال دیگه ازت میخواستم بپرسم، اینو البته به دوستام قبلا توی ویدیوهای دیگه هم توضیح دادم راجبش، گفتم راجبه کانکشن مخوام چون تو ایتالیا بودم، کانکشن بچه‌های ایتالیایی با دانشجوی خارجی، تو این کانکشن چطور بود؟ یعنی چون توی ایتالیا یکم این تم ریسیستی وجود داره، من خیلی از دوستام اذیت شدم به خصوص واسه یه سری رشته‌های خاص، مثلا بچه‌های معماری آدم خیلی خاطرات غم انگیزی تعریف می‌کردن از برخورد بچه‌های ایتالیایی با اونا، معمولا باهاشون مثلا توی گروپ نمی‌رفتن. میخوام ببینم این کانکشن چطوریه فرانسوی ها نسبت به دانشجوی خارجی. اوکی. من دانشگاهی که بودم حقیقتا یه دانشگاهی یه مقدار خیلی یه مقدار که نه خیلی چپی و بچه های خیلی آنارشیستی هستن توش. همه بچه های خیلی بازی هستن. حالا وجود داره دانشجوی فرانسوی که دوست ندارم با هم توارشن، ولی من میتونم به جرات بگم تمام دوستای من، تمام که نه ولی 90% از دوستای من فرانسوی هم بودم توی دانشگاه و امروزم سر کار با همه هیچ مشکلی ندارم. پس این کانکشن خوب بود. آره. تو فهم کنیم به رشتت هم ربط داشته؟ مثلا چون سینما خوندی حالا فاز بچه ها فرق میکرده، چون میگم بچه ها مثلا بچه معماری ما همیشه ناله میکردن. بقیده من مسلمن میتونه ربط داشته باشه رشته، ولی بقیده من به خود آدم هم ربط داره. یعنی من شخصیتی داشتم که حالا راحت تر میتونستم برم صحبت کنم و کشفشون کنم فرانسوی رو، چون من اومدم اینجا من خودم موظف میدونم که برم آدم ها رو کشف کنم ببینم اینا فرهنگشون چیه، اینا چی میخوان. به خاطر همین برای من سخت نبود. من خیلی راحت. این حرفی که بچه کس رو میزنه کاملا درسته، چون ممکنه مثلا تو محیط دانشگاه ببینیم خیلی از بچه‌ها سمت ما نمیان، ولی ما هستیم که خارجیم و تو کشور اونا داریم درس میخونیم، اگه اونا نمیان ما بریم به سمتشون. مثلا درباره خود من همینطوری بود، همیشه من سعی میکردم برم سمتشون، همیشه سعی میکردم اگه گروه تشکیل میدن نه برم ازشون بخوام که مثلا منم توی اون گروه باشم. میدونی سعی باید بکنیم که خودمون بریم یکم سمتشون، نه باید بایستیم که توقعم داشته باشیم که همیشه اونا بیان سمتمون. دقیقا چیزی که فکر میکنم برای خیلی از ایرانی اینجا اذیت کننده است، این که فکر میکنن که خب حالا ما خارجیم، چون ما ایرانی ها یه مقدار مهمون نوازیم که یه خارجی میبینیم میریم کمکش میکنیم، این انتظار رو از دیگران هم حالا میتونیم داشته باشیم یا نداشته باشیم من نمیدونم، ولی مسئله اینجاست که خیلی همون ته ذهنمون اینه که اینا از ما خوششون نمیاد. مثلا به طور مثال میگم دوستای فرانسوی من یه عادت فرانسوی کردم، یه عادتی دارم کلا باهات خدافظی نمیکنن وقتی میرم یا میان حتما نباید بهت سلام کنن. خب من اوایل بهم بر میخورد، گفتم ما دیروز با این همه بیرون و این همه این با من حال کرده، این همه جور بودیم، الان از کلاس رفته بیرون خدافظی هم نکرد از من، رفت در صورتی که من باید برم با تک تک دوستام خدافظی کنم. الان فهمیدم که چقدر کار اشتباهی بود، من دارم وقتمو تلف میکنم فقط در یک کلمه که حالا توی ذهن ما ایرانی ها شکل گرفته که احترامه، ولی امروز من به این نتیجه رسیدم که نه، این احترام نیست واقعا. این که باید به همه خدافظی کنی یا به همه سلام کنی
یه مقدار پیچیده میکنه داستان و نباید انتظاری همچین چیزی حداقل از فرانسوی باشه. ولی پوینت جالبی بودش فکر کنم. پس این قضیه بین ایتالیایی ها و فرانسوی ها این کامن باشه، یعنی مشترک باشه بینشون. چون منم مثلا تو دانشگاه خودم اون اوایل مخصوصا برام خیلی ویرد بودش که مثلا میگفتم اوکی من امروز با این دختر این همه مثلا رفیق شدم، گفتیم، خندیدیم و فرداش که منو میدید مثلا همینطور بد میشد. من به خودم شک میکردم، مثلا من کاری کردم چیزی شده. بعدا فهمیدم که نه، یکم این حالت انگار مثلا مودی باشم، مودی بودنه. یه روز میان مثلا سمتت با آد میگم میخندن و مثلا هم بینو فرداش اصلا هیچی. اصلا دوستای صمیمی من اینطوری هم نه، من دوستای صمیمی فرانسوی دارم که مثلا منو میبینه طرف، من اینطوری نگاه میکنه میره، من میگم الان مشکلی داشتم. بعد یه ساعت بعد یا مثلا سر کلاس یا میمونم اومده بغل من نشسته میگه چطوری چیکار کردی فلان اینو، میگم دو دقیقه پیش من دیگه سلام نکردی. بعد اینطوری میکنه، تو فکر خودم بودم، یعنی اصلا تو رو شاید ندیده باشه، تو اونو دیدی ولی اون تو فکر خودش بوده و چه اشکالی داره. من خودم هم مثل اونا شدم. یه بار یادم یکی بچه میگه بهار مثلا من از روبرو داشتم میومدم، تو اصلا تو عوالم خودت بودی، بعد اصلا بهش برخورده میگه مثلا منو دیدی سلام نکردی. آخه برای همه پیش میاد، یعنی من تو ایرانم شده دوستامو دیدم از بغلشون تو کنار خیابون رد شدم، انقدر فکر مشغول بوده که اصلا ندیدیم هم دیگر، یا مثلا اون منو دیده یا من اونو دیدم. بقیده من صدایت چیز مهمی نیست. ما وقتی که مخصوصا مهاجرت میکنیم یه مقدار حساستر میشیم، هی میخوایم توجه داشته باشیم، همه به ما توجه داشته باشن، هیچ کسی تو رو نمیشناسه، در صورتی که خب مثلا ایران با کسی با کی هم دانشگاهی بودی، همه دوستت بودن، همه یه جوری تو رو میشناسن، انتظار خیلی بیش از حد داریم. این باید پوینت خوبیه که گفتیم، مثلا برای کسایی که اولش مهاجرت میکنن یا یه جایی که این حرفا رو بشنون، اتفاقا خیلی براشون خوبه که این توقع رو نداشته باشن که مثل حالت ما ایرانی ها همیشه مثلا به بو بخند تحویلت بگیرن، یه روز به سلام میکنن، یه روز بغلت بگیرن. استاداشون هم همونن، استادام همینطورن، یه روز تعریف. حتی تو پروژیکت ها مثلا من توی ریویزیون کردن این برام بودش که مثلا یه روز مودش خوب بود، مثلا کارم رو به به چهچه میکرد، مثلا اون بود همینطور پرفکت، و دوباره مثلا جلسه بعدش دوباره میرفتم باش ریویزیون بکنم، مود خوب نبود، میگفت نه اینجاشو باید تغییر بدی، فلان کار رو باید انجام بدی. این مودی بودنه هستش. و جالب اینجاست که اینا ما ایرانی ها این مودی بودنمون رو سعی میکنیم قایم کنیم، درسته، جلو دیگران همیشه لبخند بزنیم، همه چی خوبه، همه چی گل و بلبله، ولی اینا اینطوری نیستن. وقتی خوب نیستن راحت میتونی از قیافه طرف بفهمی که الان خوب نیستن. خوب نیستن. بعد میخواستم هم اکسپریانس یا مثلا خاطره با نمک یا خاصی داری از کانکشنت با استادات، اتفاقی که مثلا بین تو با یه استاد افتاده باشه؟ آره. یا مثلا امتحانات، درسات؟ دقیقا من سال اولی که سینما میخوندم یه استاد آنالیز داشتیم. بعد این استاد آنالیز خیلی آدم جالبی بودش، من کلا با آنالیزش لذت بردم از کلاسش واقعا. بعد امتحان ترم شد، هر کسی یه سوژه‌ای داد، گفتش که برید در مورد مثلا این فیلم رو آنالیز کنید بیارید. من رفتم کل فیلم رو، حالا یه فیلمی بود که واقعا دوستش داشتم، اسکارفیس رو من واقعا دوست داشتم، و کلن رفتم تحقیق کردم، یعنی یه سری چیزایی که مثلا سال اولی ها نباید میدونستنم من رفتم در آوردم. سال سومی ها حتی مستری ها نمیدونستن شاید خیلی در مورد این مثلا مانیریسم کسی به تو نمیگه یعنی چی. من رفتم در مورد این اول تحقیق کردم مثلا این داستانش چیه، بعد شروع کردم خوندن در مورد این فیلم، کلی تلاش کردم. بعد اینکه نوشتم، چون من فرانسویم سال اول فوق‌العاده خوب نبود، یعنی تو جمله بندیام کلی ایراد داشتم. بعد دوستای خوبه من، حالا من یه سری دوستای ایرانی داشتم، یه سری دوستای فرانسوی داشتم، یه سری دوستای فرانسوی ایرانی هم داشتم که اجازه بدم هر سری از یک کدوم کمک می‌گرفتم که مثلا برام ادیت کنن نوشتم. بعد من همه این نوشته ها رو تمیز بردم به استادم دادم، نمره ها رو داشت اعلام میکرد، هفته بعدش برگشت گفت کسرا 8 یا 9. من تعجب کردم، گفتم بهش گفتم استاد مطمئنی؟ گفت
گفت میتونی امتحان بعدی یه دونه امتحان آخه فرانسه اینطوری که شما اگه امتحان بیفتی یک ماه بعدش مثلا امتحان جبرانی میتونی بدی اگر مثلا از یه نمره بالاتر گرفته باشی، مثلا همون تک ماده و چی بود توی ایران انجام دادم یه همچی چیزایی. به من گفت میتونی بری یه خورده کار کنی و چیزا. گفتم واقعا من تمام آنالیزای بقیه رو خوندم، شما برای چی به من نمره ندادی؟ گفتش در مورد موسیقی و سون و اینا زیاد صحبت نکرد، برو در مورد همون بنویس، بیا به هم بده نمره تو بده. گفتم اوکی، رفتم نوشتم آوردم بهش دادم، بهم دوازده داد، خیلی بهم برخورده بود. بعد من سال سوم، سال آخر که بودم، یه درسی بودش که بازم همین استاد درس میداد، خواستم ببینم باهاش بردارم یا نه. رفتم گفتم اشکال نداره بذار برمیدارم باهاش. بعد رفتم سر کلاسش با هم دیگه هی صحبت میکردیم، منم دیگه زبانم خیلی راه افتاده بود یا اون اعتماد به نفس رو داشتم که راحت بحث کنم. بعد واسط ترم بود، برگشتم استادم گفتم که استاد امیدوارم امسال مثل سال اول به هم نمره ندی. گفت برای چی؟ گفتم سال اول که ما را انداختی در صورتی که بهترین آنالیز بود، تمام بچه هم موافق بودن. گفت من فکر کردم خودت ننوشتی. هنوزم یادم آنالیز تو، ولی فکر میکردم خودت ننوشتی، فکر کردم کسی دیگه ای برات نوشته و فکر کردم این نمره هم برات زیاده، خواستم بندازم این کنم. گفتم استاد من تمام تلاشم رو کردم تو دم. من همیشه اینطوریه وقتی یه چیزی میخواید ازم، یه تحقیق رو میخواید، میدم به بچه ها که برام گوشه کنم. گفت همون من امتحانه کلاسی میگرفتم تو نمرت پایین نمیشد. گفتم آره نمره ما مثلا 15-16 تا 18 میشد. گفت دقیقا به خاطر که من نوشتار تو رو میدونستم چیه و این نوشتار تو نبودش و به خاطر همین من فکر نمیکردم خود نوشتی، فکر میکردم یکی بگم. گفتم باشه. بعد امتحان همون سالو هیچ وقت یادم نمیره، من اصلا نخونده بودم، فقط چیزایی که تو کلاس بود. به عقیده من این امتحانو بعد به من هش میداد، ولی این امتحانو به من هجده داد. تلافی کردم اون راهی که سال اول ندادم. بعد الان هم خیلی جالبه همچنان بعد شناخت رو بیشتر پیدا کرده. بعد الان خیلی جالبه که یه رابطه خوبی بین من و این استادم هم هست. مثلا گهگداری وقتی سناریوامو میخوام کسی تایید کنه یا در موردش نقد کنه و اینا، برای استادم میفرستم میگم استاد نظرتون چیه، چون واقعا استاد فوق العاده ای بودش. الان تو صحبتات داشتی حرف زبانو میزدی، همین بریم سمت اون قضیه زبان و اینا. سال اول اون سختیای زبان بلد نبودنه اینا چطور بود؟ با اونا چطور کنار اومدی؟ من سال اول که رفتم دانشگاه مدرکی B2 رو گرفته بودم. آره همه همونه مدرکی، ولی واقعیت نداشت. یعنی اون B2 که من گرفته بودم هیچ ربطی به درس من نداشت. بعد سینما یه سری آنالیزا و یه سری نقدایی داره که تو باید بخونی، یه مقدار فلسفی هم هستش. یعنی اصلا با زبان حالت معمولی که متوجه نمیشه، خود دانش آموزای فرانسوی هم متوجه نمیشن مثلا تو این کتابا چی نوشته. یعنی واقعا واسه شون گونگه داره نویسنده چی میگه. بعد فکر کنم ما بعد اینا رو میخوندیم و امتحان میدادیم. بعد من اینطوری بودم که قشنگ میتونم بگم سال اول من تمام وقت زندگیم سه تا بخش میشد: دانشگاه، کتابخونه، خواب. یا خواب بودم یا کتابخونه بودم یا دانشگاه بودم. چون هر کسی مثلا برای یه مقاله‌ای که استاد میداد بخونیم اگه واسه یه روز بعد وقت میذاشت، من باید یک هفته وقت میذاشتم تا اینو اول کلمه‌هایی که نمیدونم رو ترجمه کنم. بعد از اینکه کلمه‌هایی که نمیدونستم رو ترجمه کردم، حالا سعی کنم بفهمم این چی داره میگه توی این مقاله و از اون برداشتم تازه شروع کنم خودم به فرانسوی چیزی نوشتن در موردش و خیلی زمان میبره. ولی خب دیگه هر سال کمتر شد این زمانه. بعد این فهمیدنت سر کلاس چی؟ چون من همیشه توی ویدیو میگم که مثلا اون مثلا اون اول اصلا 100% نبودش. بعد یه عادت بدی هم که خب اون اول داشتیم، فکر کنین دیتا رو داری به ایتالیایی میگیری، خیلی از ماها مثلا بعد اینو تبدیلش میکردیم به انگلیسی یا بعدش به فارسی تا بفهمیمش. توی این فاصله از دست میدادیم جمله‌های بعدی استادو. من اگه الان در مورد سینما با هم صحبت کنی، هر چیزی، چه تکنیکش، چه نقدش و اینا، من نمیتونم یه سری کلمه ها رو به فارسی بگم. چون من یه جورایی سینما رو حداقل و زبان فرانسوی رو
مثل زبان مادری سعی کردم یاد بگیرم. یعنی اصلا هیچ وقت ترجمهش نکردم. الانم خانواده‌ام بهم میگم مثلا این جمله رو ترجمه کن، میدونم چی داره میگه ولی به فارسی نمیتونم برش گردونم. فارسی که اگه فارسی صحبت کنیم خیلی راحت میتونم همه چی رو بگم، ولی خب یه سری اصطلاحات سینمایی من هنوز که هنوز به فارسیشون نمیدونم چیه. اینو میفهمم چی میگی چون خود من مسترم و فشن خوندم دیگه، یه سری اصطلاحاتی که توش خوندم و یاد گرفتم. من کورسم ایتالیایی بود، همون ایتالیاییشو بلدم. مثلا یه سری همین ویدیوهایی که درست میکنم واسه اصطلاحات فشن، بعضی وقتا راحت ترم که همونا رو استفاده بکنم و واقعا نمیدونم که اونو به فارسیش چطوری میشه برگردون یا چطوری میگن. واقعا یه سری از چیزا هستش و واقعا طبیعیه، چون بعضی وقت من احساس میکنم شاید بعضی ها فکر کنم که نمیدونم یکم اطفاره، ولی واقعا اینطور نیستش. نمیدونم تو موافقی یا نه، چون هم ببین مثلا اینجاست که ما اینو مثل زبان مادری مونه. وقتی تو بچه ای که زبان ناخودآگاه نمیدونی که از وقتی بچه اتفاقا یه فیلم کوتاهی هم بودش چند وقت پیش ایران، اتفاقا یه فیلم کوتاه ایرانی هم بود یادم نیست که درست کردم، ولی بچه هی از باباش میپرسه بابا این چیه، میگه گنجش، بابا این چیه گنجش، بعد پدری که پیر شده میگه این چیه، بعد پسر میگه ای بابا گنجش دیگه. ببین ما اون گنجش رو پدر مادرمون به همون یاد دادن که گنجش میشه. خب یعنی به دنیا اومدی تو نمیدونستی گنجش چیه، نمیدونم آبی چه رنگیه، قرمز چه رنگیه، اینا رو به مرور زمان یاد گرفتیم و یه کسی برامون توضیح داده که مثلا این میشه آب، میشه قرمز، میشه گنجش، این موه. همینطور توی زبان فرانسوی هم یا زبان ایتالیایی که مثلا داری درس میخونی تو یه سری چیزا رو با این کلمه یاد گرفتی و دیگه نمیتونی تغییرش بدی و برات راحت‌تر اون چیزی که یاد گرفتی و یعنی هیچ صفر بودی توش، هیچ چیزی شد نمیدونستی، الان یاد گرفتی از اون استفاده کنی تا بخوای بری ترجمه کنی فارسی. دقیقا همینطوره. بعد سوال بعدی که ازت داشتم این که وقتی که مثلا تو درساتو خوندی، مدرکتو گرفتی، توی فرانسه چطوره؟ بعد از اینکه از دانشگاه خارج شدی بلافاصله میتونی وارد دنیای کار بشی یا نه؟ چون توی ایتالیا اینطوری کار نمیکنه. اولا که خودشون دوچار بحران کارهای ماجرا هستن و اصلا چیز راحتی نیستش که تو بلافاصله جذب کار بشی. ببین بستگی به کار داره، یعنی من شاید اگه مهندسی کامپیوتر خونده بودم، نمیدونم هر چیز دیگه به جز سینما، شاید خیلی راحت تر میتونستم وارد کار شم. ولی توی سینما، توی فشن، توی کلن چیزهای هنری فرانسه یه مقدار سخته، یعنی وارد شدن بهش سخته. یعنی تو 100% نیاز داری که یه سری آشنا پیدا کنی، از طریق اونا شناخته شی و کم کم جلو بری. و اینکه حالا تو یه اکسنتی هم داری، چهرت هم چهره اون پایی نیست، غربی نیست، خیلی واقعا سخته وارد شدنش. یعنی اینو قبول دارم 100%، ولی از یه طرف دیگه هم من همیشه اعتقاد داشتم هیچ چیزی نشد نداره. یعنی فرانسه، تو اگه میخوای تو فرانسه هم کار کنی، اگر آدمشو پیدا کنی سریع واردش میشی. من همچنان دنبالش هستم که واردشم حقیقتم، ولی بقیده من کار کردن تو سینما و تلویزیون حتی تو ایران هم دشواره، چه برسه تو کشوری که کشور خودت نیست، نه حتی همون خودت نیست. واسه هر رشته بنظر مثلا الان برای من مثلا همونتون فیلد همون دیزاین و فشن اینا، تو ایتالیا هم باز خیلی واقعا سخته. اصلا کلن رشته های هنری، هر چیزی که زیرشاخه آرت داشته باشه، به عقیده من خیلی سخته. حتی توی کشور خودم پیدا کردم براش، حالا کشور خارجی که سخترم میشه، ولی به عقیده من میگم نشد نداره، ولی این لینک ها رو حتما باید داشته باشیم. همه جای دنیا آخه الان تو توی ایران نباید لینک داشته باشی بخوای کاری کنی. چرا اونجا هم همینطوره، ولی خب نمیدونم، من دقیقا راجع به جایی که خودم دارم زندگی میکنم ایتالیا، خیلی خیلی باید این لینک قوی باشه تا کار بکنه. البته باز هم میرسیم به همون حرف اول خودمون که این روابط عمومی هم خیلی مهمه، یعنی اینکه چطور با بقیه کانکت بشی اونم واقعا مهمه، کمک میکنه به نظرم. یه چیز دیگه میخواستم ازت بپرسم، اولای صحبتت گفتی راجع به اون پذیرش هوافضا که گرفتی، من اینو میخوام از کسرا بپرسم چون خودم هم نمیدونستم، برام خیلی جالبه که
فقط چرش دایی دیگه این هستش که این لیمیتیشن رو قائلم به خاطر نشنالیتی واسه ملیتت که نمیتونی بهش ورود پیدا کنی؟ حقیقتا من در مورد این اصلا تحقیق نکردم چرش دایی دیگه هست، ولی هوافضا رو مطمئن میدونم خاطر این که یعنی قبل از اینم که بیام اینجا همه به هم میگفتن مثلا هوافضا تو اروپا سخت میتونی بخونی، باید بری روسیه بخونی یا اوکراین، کشورها کمتر درد سر دارم واسه ایرانی واسه خوندن. اونا به خاطر لانچ پدایی که اینا درست میکنن و تو باید بری در بیاری تمام تئوریشو اینا، و اینا نمیخوان که حالا جمهوری اسلامی یا ایران فعلا به این دست پیدا کنن، به نفعشون نیست. درسته، پس یه سری رشته خیلی حساس و درسته. خب این جنرال کسرا، تو راضی هستی از زندگی توی فرانسه به خصوص پاریس؟ واقعیتش من فرانسه رو خونه خودم میدونم، یعنی الان اون چطوری بگم، من اون حسی که نسبت به پاریس دارم نمیدونم واقعا اگه نسبت به تهران کرد شهر شهر دیگه توی ایران داشته باشم، چون من قبل از اینکه بیام فرانسه من کاملا مخالف با فرانسه بودم، میدونی به خاطر خانواده هم بودم، ولی از وقتی که رسیدم تا الان هر مسافرتی که میرم روز شماری میکنم برگردم پاریس، چون مثل خونه خودم میدونم، مثل شهر خودم میدونم، همه جاشو میشناسم، کلی دوست دارم. فکرم به این حرف به خاطر یکم شاید عادت باشه، عادت کردم به پاریس. آره. من آدمی هم که خیلی راحت یه جایی هستی که باید باشی واقعا، یعنی از ته قلبت دوست داری که اینجا باشی؟ ببین از ته قلبم نمیدونم دوست دارم اینجا باشم، ولی من فرانسه خیلی برام خوب بود، یعنی من تمام تجربه های حالا دو تا کشور دیگه ای که داشتم، من هند و عاشقشم، یعنی الان دنبال اینم که حتی بتونم اگه بتونم دوباره برم هند یا مدتی هند باشم، یا ترکیه رو همونطور خیلی دوست دارم، من الان زبان ترکی بلدم، زبان هندی بلدم تا حدی و با اینا میتونم کامیکیشن کنم، ولی الان که اومدم فرانسه هیچ وقت از زمانی که رسیدم مخصوصا پاریس هیچ وقت نگفتم دلم میخواد حتما برم مثلا برگردم ترکیه یا برگردم هند یا حتی ایرانش، هیچ وقت اونطور نمیگم دلم نخواسته برم ایران، من واقعا دوست دارم برم ایران رو ببینم، ولی مثلا اینجاست که یه جورایی مثلا خونمه، مثلا خونوادم میمونم، یعنی فرانسه که میام وارد فرانسه مخصوصا وارد شهر پاریس که میشم اسم کنم خب الان اینا همه هم زبون من، همه منو میفهمن، چی از این بهتر؟ چون برای من بعد وقتی فکر میکنم یک مقدار حالت عادت داره، مثلا هر جایی که هستم سفر اینا، وقتی که برمیگردم ایتالیا خب چون زبانش رو بلدم به مثل این که وارد میشم میگم مثلا آخش، در صورت که خب راضی نیستم از زندگی اونجا، ولی نمیدونم احساس میکنم تایی تاییش یکم اون عادت هست و یکم حالا زبانش رو دونستن و اینا که یکم اون حالت آخش رو بهم میده که اوکی برگشتم خونه. و همین ازت پرسیدم که واقعا من نمیدونم ترجمه بودم نگم عادته یا نگم عادت نیست، بخاطر اینکه واقعا نمیدونم چی هستش، شاید عادت بشه، ولی من فرانسه و پاریس و مخصوصا عاشقشم. شد ولی فکرم سوالی شد که الان بعدها تو رو به فکر فرو میبره که بیشتر بهش دقت بکنی. من فکر کنم از امروز به بعد همش بشینم فکر کنم نکنی که چرا عادت یا عادت نیست عادت بود دقیقا. خب کسر این در فکر کنم که طبعا من همه سوالم رو پرسیدم، ولی اگه کامنتی یا وایسی چیزی داری برای کسی که میخواد بیاد فرانسه، مخصوصا بچه هایی که رومان ستیودن دانشجو میخوان بیان، اگه داری نصیحت آخر حرف آخر بهشون بزن. فکر نمی کنم که نصیحتی باشه که من میخوام به کسی بگم، ولی اینکه ریکامند میکنی فکر کنم همه تون میدونید هر جای دنیا که مهاجرت میکنید با جیب پر پول برید و حواستون به پولاتون باشه، خیلی زود از دست میره. این خوره جیب پولیت واقعا مهم بود دیگه. مرسی، مرسی که تا انتهای ویدیو رو تماشا کردین، مرسی از کسرا که امروز با ما بودش، بعدش قول میگیرم که بعداً یه ویدیو با هم درست کنیم راجع به هندش، من خودم خیلی کنجکاوم که راجع به هندم یه ویدیو داشته باشیم، دست در نکنه و مرسی. مرسی اگه حرفی سخنی نه مرسی چاو چاو.